اما بریم سراغ یه جنبندی بچه از گفتار دو با هم داشته باشیم. وقتی بحث رو شروع میکنه کتاب، بحث اول ما در تو بندراست که میدونیم ماهیچه حلقویان همشون، اما صاف بودن یا مخطط بودنشون رو بهتون گفتم که اینجا این شکل هم داریم. بچه ما 4 بنداره ای داریم که اینها صافن و 2 داریم که مخططن. مخطط کی بود؟ فوقانی مری و آخرین بنداره ما در مخرج، اینا هم مخطط بودن. اما صاف هامون کی بودن؟ از بالا که بیایم کاردیا، پیلور، ایلوسکال که اینجا هست، ایلوسکال بچه جاهاش هم مهمه. تو تستا دیدی مثلا انتهای مری کاردیاست، ابتدای معده باز همون کاردیاست، اینو آدرسشو داریم. انتهای معده یا مثلا بگه ابتدای روده باریک، این کیو داره میگه؟ پیلور. انتهای روده باریک یا ابتدای روده بزرگ بچه ایلوسکال هست که این هم ماهیچه صاف است. و چهارمی هم بچه اون بندره یکی مونده و آخری مخرج مخطط یکی مونده و آخریه صافه. و اینو میدیدیم اینجا بچه تو این شکل هم بهتون گفتم تو اون تستم بررسی کردیم جاها رو. مثلا از همینجا میتونیم یه جنبندی با هم بکنیم. بچه غذا میماد در دهان، در دهان گوارش مکانیکی ما آغاز میشد و گوارش شیمیاییمون هم آغاز میشد. چجوری گوارش شیمیاییمون آغاز میشد؟ ما بزاق داشتیم. تو بزاق علاوه بر حالا بیکربنات و آب و اینها میدونیم آنزیم ها هم بودن. یه سری آنزیم ها مثل لیزوزیم که حالا تو تخریب دیواره باکتری نقش ضد عفونی کننده و اینها داره، کاری ندارم. یا آنزیم ها داشتیم پتیالین که یه آمیلازه. این پتیالین آمیلاز که بهتون گفتم آخه ما 4 قدرت بزرگ داشتیم دیگه، با قدرت بزاقی بزرگ داشتیم، بناگوشی، زیر آروایی و زیر زبانی. اینها این بناگوشی برای ما پتیالینر میداد. پتیالین یا آمیلازه چی کار میکرد؟ آقا نشاسته که میومد، نشاسته از خانواده کربوهیدرات هست دیگه، نشاسته که میومد اینو تبدیل میکرد به مالتوس که یه دیساکارید. پس گوارشش گوارش ناقص بود. پس بچه گوارش شیمیایی و مکانیکی از دهان آغاز میشه. اما گوارش شیمیایی کیو آغاز کردیم؟ خانواده کربوهیدرات که همین نشاسته باشه. کربوهیدرات ما به پروتئین و لیپید و نوکلئیک اسید، این 4 مولکول اسید، 4 مولکول زیستی ما دیگه، به پروتئین و لیپید و نوکلئیک اسید تا الان کاری نداشتیم تو دهان. حالا گوارش انجام میدادی، میومد زبان میرفت بالا، میرفت به کام میچسبید که بهتون گفتم این بالا اومدن زبان بزرگ باعث بسته شدن راه دهان میشه، چون 4 راه حلقه یه راهش بسته میشه. و وقتی اون تک میومد این اتصال و کشیدگی این گیرنده های مکانیکی تحریک میره پیش مرکز انعکاس ولی بسل نخواه، میگه آقا این میخواد بره پایین، بیا که اینجا انعکاس ولی انجام بدیم. چرا؟ چون انعکاس ولی بچه انجام میشه که غذا درست بره وارد مری بشه، یا وقت نره وارد نای بشه بزنه داغمون بکنه. برای همین اینجا غیر ارادی میشه دیگه، انعکاس ولی یک عمل غیر ارادی است. زبان بزرگ گفتم وقتی رفت بالا این قضا هول داده میشه میره عقب. اینجا وقتی انعکاس بل انجام میشه زبان کوچیک اون تایی اونم میره بالا، میره راه بینیو میمونده، اینم یه راه. ببین دهان بسته شد با بالا رفتن زبان بزرگ، زبان کوچیک رفت بالا راه بینیو بست، اینم دو راه. بعد از اون ور اپیگلوتس، اینجا بچه حواستون باشه حنجره میره بالا، اپیگلوت میاد پایین، که اینا در مجموع چون اپیگلوت هم وزروف دیگه، در مجموع که بر چاک نای بهش میگیم، بر چاک نای میشینه در مجموع، یعنی هم بالا رفتنی هم پایین رفتنی نایو میبنده. یعنی در مجموع بچه از 4 راه حق 3 بسته شد، زبان بزرگ رفت بالا راه دهانه بست، زبان کوچیک رفت بالا راه بینیو بست، حنجره اومد بالا، اپیگلوت هم اومد پایین، راه نایو بستن. قضا دیگه مثل آدم وارد مری میشه. حالا مثل آدم میگم آدم، الان بچه میگه قضا مگه آدمه؟ قضا وارد مری میشه. مری بچه بهتون گفتم 1/3 اولش لایه ماهیچهش مخططه ولی مابقیش دیگه صافه. قضا وقتی وارد مری شد با حرکت کرمی قضا هول داده میشه میاد جلو. حرکت کرمی حرکتیست که میدونیم ماهیچه حلقوی، چون بچه ساختار لوله گوارش 4 لایه است دیگه، حالا جلوتر هم بررسیش با هم میکنیم. اون قسمت حلقوی ماهیچه صافش منقبض میشه پشت توده غذایی و اون حلقه انقباضی ما پشت توده غذایی تو حرکت کرمی، ولی تو حرکت قطع قطع کننده بچه هم پشت و هم جلو داریم اون حلقه انقباضی. ضمناً بازم اینجا تاکید میکنم دیگه، ماهیچه حلقوی پشت توده غذایی ما تو حرکت کرمی منقبض میشه و این هول میده جلو، ولی همون ماهیچه حلقوی یعنی تو قسم جلوتر از توده غذایی ما شله. آقا یعنی جلوتر از توده غذایی کسی منقبض نمیشه؟ چرا ماهیچه طولی منقبض میشه ولی توده انقباضی ایجاد نمیکنه، فقط مسیر رو کوتاه میکنه. برای همین این غلطه اگه بگی تو حرکت کرمی ما جلوتر از غذا هم توده انقباضی داریم، غلطه. ولی تو حرکت قطع کننده چرا هم جلوس و هم پشت توده انقباضی رو داریم؟ الان یال غذا بچو با حرکت کرمی هول داده میشه میاد تا میرسه به بنداره انتهای مری یا ابتدای مده به نام کاردیو که بنداره ماهیچه صاف هست. وقتی در حالت عادی منقبض، چون ما میدونیم بچه اصلا اسفنکتر رو در حالت عادی منقبضن، وقتی میاد به این میرسه شل میشه و راهو باز میکنه تا وارد معده میشه. معده جای باحالیه.
مد از اون لایه مایچه گفتیم یه لایه بیشتر داره، لایه مورب داره که داخلی تر هم هست حتی نسبت به حلقوی، چون بیرونیه که طولیه بعد حلقوی، حتی از حلقوی هم داخلی تر هست و این کمک میکنه زور مایچهش میره بالاتر که حرکاتش قوی تر بشه. تو معده علاوه بر اون حرکاتمون که میخوایم حسابی ریزش بکنیم تا به تبدیل به کیموس بشه، ما اونجا سلولای پوششیمون بچه قسمت حفره، یعنی دو قسمت داره دیگه، یعنی مخاطمون قسمت حفره معده و قده معده که جلوتر رو شکلم باز اونم تحلیل میکنم. تو قسمت حفره معده برای ما علاوه بر موسین که مایع مخاطیمونه، چون مایع مخاطی زیادی میخوایم. چرا زیاد میخوایم؟ بخاطر اینکه بتونه معده، دیواره معده از اثر آنزیم ها و اثر اسید معده محافظت بشه. برای همین اون سلولای پوششی سطحی برای ما موسینر که میسازن، علاوه بر اون بیکربنات هم میسازن که بتونن این اسیدی بودن هم یکم خونساش بکنن. بعد البته بهتون گفتم بچه تو اون قسمت قده هم یه سری سلولا داریم که برای ما موسین رو میسازن، ولی بیکربنات فقط پوششی سطحیه. بعد یه سری سلولا هم داشت کناری و اصلی کناری که برای ما ترشح میکرد، چیا بود؟ کلوریدریک اسید و فاکتور داخلی. کلوریدریک اسید همون اسید معده است و فاکتور داخلی هم که بادیگارد ویتامین B12 است، چون ویتامین B12 هم بسیار برای ما مهمه در بحث خونسازی، برای همین محافظت باید ازش بشه که در روده باریک طی فرآیند آندوسیتوز جذب بشه. و سلول اصلیش هم برای ما آنزیم میساختن. تو معده سلول اصلی برای ما پروتاز ها میساختن و لیپاز ها. لیپاز و پروتاز یعنی در مجموع بچا اینجا در معده ما الان گوارش شیمیایی چی شروع میکنیم؟ گوارش شیمیایی پروتئین و لیپید. کربوهیدرات از دهان شروع کردیم ولی کاری به پروتئین و لیپید نداشتیم. اینجا حالا میریم سراغ پروتئین و لیپید، ولی باز هم حتی در معده کار به نوکلئیک اسیدها نداریم، اونو دیگه تو روده باریک میریم سراغش. مجموعه پروتاز ها رو بچه بهتون گفتم میگیم چی بهش؟ پپسینوژن. پپسینوژن وقتی تولید میشه میاد میریزه به مجموعه بچه، اون لحظه غیر فعال. این ویژگیش میبینید چقدر شبیه به پروتاز های پانکراسه. اونم پانکراس هم وقتی تولید میشه میاد پروتاز های پانکراس، اون هم غیر فعاله. پس ببین میتونه بعدن توی تست بگه هماننده ها. پروتاز های اینجا اینم تولید میشه، اینم پپسینوژن، این هم چیه؟ غیر فعاله. وقتی میاد اسید معده های سیل روش اثر میذاره تا تبدیل میشه به پپسین. پپسین اون آنزیم فعاله، اون پروتاز فعاله ماست که خود پپسین حالا علاوه بر اون نقش پروتازیش که میره رو پروتئین ها اثر میذاره و اونها رو تبدیل میکنه به پپتید های کوچیک. بچه تبدیلشون میکنه به پپتید های کوچیک، یعنی گوارشش ناقصه. گوارش وقتی کامل میشه که شما پلیمر رو تبدیل کنید به تکپار، حالا فارسیش، یا مونومرج، یعنی تبدیلش کنید به آمینو اسید. برای همین این گوارشش ناقص هست. ولی علاوه بر این کار پروتئازش میره تاثیر میکنه روی این واکنش تبدیل شدن پپسینوژن به پپسین. همه اینا انجام که شد، بعد بچه یک حلقه انقاضی از زیر کاردیا شروع میشه میاد، یا حالا حرکت کرمی از زیر کاردیا شروع میشه میاد، یک موجی رو راه میندازه که هی این توده غذایی میکوبه به پیلور، که اینجا خودش نقش مخلوط کنندگی هم حرکت کرمیه، ولی نقش مخلوط کنندگی هم برای ما ایفا میکنه. با اینکه نقش مخلوط کنندگی اصلا کار اصلی حرکت قطع کننده است، هی میکوبه به پیلور، هی میکوبه به پیلور، هی میکوبه به پیلور، هی به تدریج این میریزه. اینجا هم تو گفتم چه یک تفاوتی داره مایچه پیلور با کاردیا، اینه این هی میکوبه یه خوردهش میریزه، این دوباره بسته میشه، اینا رو برمیگرده که ذرات رو درشتر هی کوبیده بشه، که این خاصیت رو گفتم کاردیا نداره. تا علایال میریزه به اون 25 سانت اول که بهش میگه مثلا 12 یا اصنع عشر. تو اصنع عشر بچه اتفاق باحالی میفته. اصنع عشر بچه ابتدای روده باری که چیز جدایی نیست، یعنی خود اون هم جزء روده، ولی ما ابتدای روده باری که بهش میگیم اصنع عشر 25 سال تا اول. حالا علایال وقتی میاد وارد اصنع عشر میشه، دیگه وارد روده باریک شده. اونجا بچه ما از حالا همین پانکراس که میبینید، پانکراس بچه یک قده ایه که هم درون ریز داره هم برون ریز. درون ریزش که هورمون میسازه، کاری نره، میشالله با هم تو فصل هورمون ها انسولین و گلوکاگون اینا بررسیش میکنیم. قسمت برون ریزش قوی ترین آنزیما رو به همراه بیکربنات برای ما تولید میکنه، که اینها از طریق مجرایی که داره، یه دونه مجرا تخصصی و فرعی برای خودش داره پانکراس کمیز، یه مجرایی هم داره مشترک رو شکل، اونم با هم سری نگاه میکنیم که با صفرا با هم مشترکم میریزه. آقا صفرا چیه؟ صفرا کبد میسازه و میاد در صفرا کم غلیظ میشه. صفرا به ما کمک میکنه برای گوارش و جذب چربی ها و حالا دفع موادی مثل بیلیروبین و اینها. ساختار صفرا هم با هم بررسی کردیم که آقا فسفولیپید لسیتین داره، اصلا نمک های صفرا این دو تا این که بچه این دو تا این فسفولیپید لسیتین و نمک های صفرا، یا اصطلاحا میگن املاح صفراوی، اینها کمک میکنن برای اتفاقه که گوارش چربی باشه، که اون هم حالا بررسیش میکنیم. بعد خدمت شما که علاوه بر اینها بچه گفتم در صفرا فسفولیپید لسیتین، نمک های صفراوی، کلسترول داریم، بیکربنات داریم و حتی رنگ ها که بیلیروبین هست، مثلا رنگ ادرار ما رو
میسازه. بعد بچه ها از این 12 چون میدونید دیگه مکان اصلی جذب بوده باریک هست دیگه، حالا بحث جذب و اینا میاد که این دیگه بحث جذب بعد دیگه میره وارد گفتار بعدی میشه. اما حالا شروع کنیم هی با هم یه تورق سریع داشته باشیم. اینجا میبینید بچه ها این زائده آپاندیس رو میبینید بچه ها، به این تیکه پایین چون میبینید روده بزرگ کلون بالا رو، کلون افقی و کلون پایین رو هست دیگه، این تیکه رو میگن روده کور و حالا بالاش هم که میگن کلون بالا رو و هر جفتشون هم که میدونی سمت راست هست اینم زائده آپاندیس هست، دریچه ها میبینید بندره پیلور انتهای معده و ابتدای روده باریک و ایلوسکال که ابتدای روده بزرگ و انتهای روده باریک هست. چهار لایه خیلی مهمه بچه ها، تو این بحث چهار لایه لوله گوارش یکم با هم بحث کنیم. چهار لایه لوله گوارش بچه ها شما میدونید رگها و بافت پیوندی سوس در هر چهار تا هست، اما برید رو اون نکاتی که شاخصه تو تستام دیدیم. مثلا آقا چربی نکته شاخص لایه بیرونیه که چربی فقط تو اینه، برای همین لایه بیرونی بچه بافت پیوندی سوسشو داره، بافت پوششیش میتونه باشد میتونه نباشد، بافت چربی داره و رکام که گفتیم در همه هست. لایه ماهیچه‌مون بچه لایه ماهیچه تو این قسمت ها، یعنی دهان، حلق، ابتدای میری و دریچه خارجی مخرج از نوع مخططه ولی به مابقی جاها از نوع صاف است که به صورت طولی و حلقوی سازمان یافته میشه، که بچه ها بهتون گفتم حلقوی حلقی یادت بمونه داخلی تره طولی خارجی تره. حالا معده یه دونه بیشتر داره دیگه مورب، دهنش داخلی ترینش میشه مورب، یعنی از بیرون میشه طولی حلقوی مورب و بین این طولی حلقوی ها این سه تا چیز قرار داره. خب شما میدونید بافت پیوندی سست و رکا که همه دارن، یه دونه دیگه هم اضافه میشه، اون کیه؟ شبکه یاخته عصبی. شبکه یاخته عصبی تو این دوتا هست، یعنی زیر مخاط هم بچه علاوه بر بافت پیوندی سست و رکای فراوان شبکه یاخته عصبیش رو داره و مخاط هم که بچه بافت پیوندی سست و رکا که همه داشتن، یاخته ماهیچه صاف هم این برای خودش به صورت شاخص داره. روی شکل هم یه بررسی ریز بکنیم بچه ها، میبینید شکلتون کاملا مشخص هست. مثلا این نکات رو بهتون میگم، مثلا ناکن این قده که نشون اینا رو تو ذهنتون باشه که کتاب گیر داده یا تو مثلا قده هم مخاط و هم زیر مخاط براش نشون داده تو دستایتون بمونه. و اینکه خب شما بچه ها میدونید دیگه همه چهار لایه رگ ها و بافت پیوندی سست رو دارن، ولی نگاه بکن کتاب، حالا درسته همه این رگ ها مثلا همین سفره اینها انشاء پیدا میکنن و تو چهار لایه هم ما رگ رو داریم، ولی نگاه بکن مثلا گیر داده سیاه رگ رو نشون داده اینجا و دوره سخرگه زده اومده بیرون، حتی تا روی زیر مخاط هم رفته اینجا برای سخرگه کشیدیم. منظورم میدونید چیه؟ ما درسته در هر چهار لایه رگ ها رو داریم، ولی اینکه گیر داده سیاه رگ رو اینجوری نشون داده و گیر داده سخرگه رو نشون داده و اینکه یاد مثلا تای ذهنت باشه دیگه آقا تو این شکل سخرگه حتی از اینم جلوتر رفت، یعنی حتی از اینم بیشتر وارد شد، حتی یه لایه بیشتر جلوتر هم وارد شد و با اینکه من میدونم هر چاله رگا رو دارم ولی تو ذهنم بمونه، تو ذهنم بمونه این سیاره کلوفتر که نشون داده اینجاست، این سخره کلوفتر که نشون داده از این حسیات از سیارگم حتی جلوتره، اینا تو ذهنتون بمونه. و اینکه آقا من بچه‌ها میپرسن آقا میتونیم ترکیب کنیم با بحث فصل 4 که آقا ما میدونیم سخرگا و سیاه‌رگا خب سه لایه بودن دیگه، لایه میانیشون یاخته ماهیچه صاف بود، من میتونم ترکیب کنم بگم پس به واسطه سخرگ سیاه‌رگی که دارم پس یاخته ماهیچه صافم دارن؟ آره میتونی ترکیب کنی، ولی یادت باشه نبندی به ساختارش، این خیلی مهمه، یعنی بار همین مثلا به بچه‌ها میگم به ساختارش نبندی، آقا تو اون لایه‌ای که بچه ساختارش ماهیچه‌ایه که تو به صورت صاف و حلقوی و طولی سازمه فقط ماهیچه‌ایه، یعنی حتی ما مخاطبمون هم گفتم یاخته ماهیچه‌ای داره، ولی اگه تو تست بیاد برگرده بگه که آقا کدوم لایه است که این یاخته ماهیچه‌ایش به صورت یاخته ماهیچه‌ای صافش به صورت طولی حلقوی ساز فقط لایه ماهیچه‌ایمون داریم، ولی آقا من میتونم ترکیب کنم، بله میتونی ترکیب کنی که بله خب سهرگ سیارگ فصل 4 خوندی و میدونی دارن این داستان رو. و چهار لایه رو با هم بررسی کردیم، حرکات لوله گوارش که براتون توضیح دادم، گوارش در دهان بچه اینا قده بناگوشی که بزرگترینه، این ترین ها تو ذهنتون باشه دیگه، بزرگترینه، رقیق‌ترین مایه رو هم برای ما ترشح میکنه، پتیالین هم این ترشح میکنه، کوچیک‌ترین بچه ها زیر زبانی هست، پایین ترین زیر آروارایی هست، اینا یادتون هم باشه، سه جفتن ها، سه تام نیستن تو تستایتون باشه، 6 تام میشن. بعد خدمت شما عرض شد که بحث بلعم که بهتون گفتم، انعکاس بلع و اینها رو بهتون گفتم، ریفلاکس هم که خیلی سبکه دیگه، ولی این قشنگه، بذار اینو یه بار با هم مرور کنیم، این ارزشش رو داره. اومده دیواره معده رو برای من کشیده، خب دیواره معده بچه از بیرون لایه بیرونی رو من میبینم، اصلا یکی عللی که شاید اومده زرد کشیده میخواد نشون بده که آقا این لایه است که چربی داره که میبینیم، چون تنها لایه‌ای که چربی داره این لایه است، ماهیچه ایشو میبینیم، خب اونی که به بیرونی نزدیکی کیه؟ خب طولیه، من قطعا میدونم این طولیه،
این چیه حلقویه فقط چون معده است، من میدونم معده داخلی ترینش اون این که دیگه میره به زیر مخاط میچه، اون یعنی اونی که در مجاورت زیر مخاطه اون موربه ماست. بینش یعنی این قسمت بین طولی و حلقوی بچه تو این قسمت ما بافت پیوندی سوس رگه ها و شبکه یاخت عصبی رو داریم. زیر مخاطم که میبینید بعد بچه این قسمت ما مخاطه ها، کل این قسمت شما میبینید بهتونم گفتم تو کلیپا که یاخته مایچه صاف مخاط، چون مخاط گفتم یاخته مایچه صاف هم دارن دیگه، اون آخرین قسمت مخاطی که با زیر مخاط در مجاورت هم قرار گرفتن، قسمت مخاط رو برای ما درست کرده ورده اینجا. اینو میبینید بچه بافت پیوندی سست هست که براتون هم نشون داده، این بافت پیوندی سسته. نکته مهم بچه ها اینه، این قسمت رو میگیم حفره معده، این قسمت رو میگیم قده معده. آقا خب این قسمت حفره معده، شما میگی که قده یه چیز رو ترشح میکنه، قسمت حفره معده ما ترشح نمیکنه. خب چرا؟ یاخته پوشش سطحی ما علاوه بر بیکربنات موسین هم ترشح میکنه، فقط قده بهت گفتم یا درون ریز یا برون ریز. اگر درون ریزه باید به رگ بریزه، به خون بریزه، ولی اگر برون ریزه به مجرا میریزه. خب این بهش نمیگیم قده، درسته ترشح میکنه ولی به حفره میریزه، به مجرا نمیریزه، چیزی که تو تست دیدی. ولی اینجا بچه‌ها خب این یاخته‌ای که اینجا براتون آبی رنگ نشون داده، یاخته ترشح کننده هورمون که مثلا گاسترین میزازه به خون میریزه، یاخته برون ریزش هم که برام مثلا یاخته های اصلیش که آنزیما رو برای ما میسازن، یا مثلا یاخته کنارش، اینا به مجرا میریزن که اینا بچه‌ها میبینید مجرا که در نهایت این مجرا به حفره وارد میشن. چیزی که مهمه یاد بمونه، یاخته پوشش سطحی فقط بیکربنات رو میساخت، ولی موسین رو هم یاخته پوشش سطحی و همین برخی از که میگه برخی از یاخته های قده معده این قرمزا اینا میتونن برای ما موسین رو ترشح بکنن. کناری هم که یادت بمونه کلوریدریک اسید و فاکتور داخلی اینا هم که آنزیم ها پروتازشون گفتم مجموعه پپسینوژن، میگه پپسینوژن با تبدیل شده به پپسین، پپسین فعال درش اسید معده میاد روش اثر میذاره، البته خود پپسین هم تولید شد رو این واکنش تأثیر گذاره. برگشتیم اگه کاردیو خیلی خوب منقبض نباشه این کیموس برگرده بهش میگیم ریفلاکس. علتش چی آقا؟ چون به این دیواره مری بچه حفاظتش به اندازه معده و روده باریک نیست، کمی وارد حالت ترش کردن به طرف دست میده که بهش میگیم ریفلاکس. و عواملش، حالا عواملش بیشتر میشه گفت تشریحی طوریه. بعد خدمت شما عارضم که حرکات روده باریک و فلان اینا داستانش و روزش رو خوندم، اما در رابطه با گوارش در روده باریک سری نکات کلیدی و مهم است که تو تستان ما دیدیم که بچه یادتون باشه این آنزیم هایی که در روده باریک هستن، خب یه سریش که از معده میاد، یه سریش این سلول های پوششی روده، اینا که بهتون گفتم کنده میشن میفتن، از اونها آزاد میشه بچه، اگزوسیتوز نمی کنن، آزاد میشه ازشون بدون صرف انرژی. و قوی ترین آنزیم ها رو که به اثنا‌شاریه یا 12 یا ابتدای روده باریک ما میریزن رو پانکراس برای ما میسازی، که پانکراس این آنزیم ها رو به همراه بیکربناتش هم میتونه از طریق مجرای مشترک با صفرا به 12 بریزه و هم میتونه از طریق این مجرای خصوصی آره خودش کهش میگه مجرای فرعی که بالاتر از این مجرای مشترک هست به 12 بریزه. و صفرا هم بچه گفتم یاختای جگر یا کبد برای ما میسازن، صفرا آنزیم نداره و این صفرا بعد اینکه ساخته میشه در کبد میاد در کیسه صفرای کم غلیظ میشه و بعد از طریق مجرای مشترک با پانکراس به 12 میرسه که در گوارش و جذب چربی و دفع موادی مثل بیلیروبین برای ما نقش داره. بعد خدمت شما ارسال سنگ صفرا میگه آقا گاهی ترکیبات صفرا مثل کلسترول در کیسه صفرا رسوب میکنن که منجر به سنگ صفرا میشه، که این داستان منجر میشه که بیلیروبین به خون بریزه و ممکنه به یرقان منجر بشه. شیره لوزالمعده هم که براتون توضیح دادم جای قده لوزالمعده مهمه در زیر و موازی با معده، و اینکه بچه‌ها پروتئازهای پانکراس باز هم تاکید میگم پروتئازهای پانکراس به صورت غیر فعال تولید میشه و وقتی میان 12 اونجا فعال میشن. یه شباهتی داره به کیه مجموعه پروتئازهای معده چی میگفتیم پپسینوژن، اونها وقتی تولید میشدن غیر فعال بودن، وقتی میومدن اسید معده رو اونها اثر میذاشت و تبدیل میشدن به پپسین، حالا اینجا فعال میشه که خود این پپسین علاوه بر اون فعالیت پروتئازیش میتونه تسریع کنه و اثر بذاره و تسریع کنه این واکنش تبدیل شدن. خدمت شما عرض شد که پپسینوژن رو به پپسین. تو این شکلایی هم که اینجا با هم بررسی کردیم فقط یادتون بمونه بچه‌ها بین این کلا تو یه زنجیره پلیساکاریدی دو طرفش دو سمت شبیه به همه. آقا چرا؟ چون تو پلی پپتیدیا یادتونه یه برش عامل آمینیه یه برش عامل اسیدی، شبیه به هم نیست، ولی تو بچه پلیساکارید شبیه به همه، هر دو طرف اوهاش داری. و اینم یادتون بمونه که بچه بین این مونومر در یک پلیساکارید اتم اکسیژن
حضور داره، که اینم یادتون بمونه. موناکو اینجا بچه چه اتفاقی، اینجا داریم یک سنتز آبدهی میکنیم که این دوتا مونوساکارید اومدیم به هم چسبوندیم، از این یه دونه هاش گرفتیم یه اوهاش، برای همین اوه موند وسط، یه دونه آب سنتز آبدهی، آب آزاد آب میاد بیرون چون آبدهیه دیگه، و یک دیساکارید اینجا ساختیم که ما دیساکارید اصلا کلا کربوهیدرات خانواده شما هم بررسی کردیم که آقا مونوساکاریدها دارن دیساکاریدها دارن و پلیساکاریدها، که اینها هم کامل با هم روزشو خوندیم. و نکته مهمی که بچه‌ها بهتون گفتم، برای بچه‌ای که امسال دارن میرن 12 این خب شکلو دارن، ولی بچه‌هایی که امسال میرن 11 این شکلشون براشون حذف شده، برای همین نمیتونن یه برای همون تستی که دادن بهتون گفتن که بچه‌ها آنزیمهاش در سطح قشای یاخته روده باریک دیده میشه، که اصلا تستو از قصد آوردن برای این. این نکته برای بچه‌هایی که امسال میرن 12 آره ممکنه تو کنکور ازش مثل همون تست استفاده کنه، ولی برای بچه‌هایی که میرن 11 چون این شکلو حذف کرده و فقط اینو آورده، این آنزیم دیساکاریداز هم هستی که چون تیر آخر گوارش کربوهیدرات هم بچه آنزیم دیساکاریداز این یاخته های پوششی روده باری که میفتن ازشون آزاد میشه، اونا تیر آخر رو میزنن، وگرنه آمیلاز بزاق، آمیلاز این آمیلاز پانکراس، اینها تیر آخر نمیزنن. یعنی زمانمون گوارشمون کامله که شما پلیساکارید تبدیل بکنی به مونوس، یعنی به اون مونومرش مونوساکاریدش، ولی چنین اتفاقی نمیفته توسط آمیلاز هامون، این تیر آخر دیساکاریداز میکنن که تئین واکنش است. برای همین میگم این شکل رو یادتون بمونه، برای بچه 12 این شکل یادتون بمونه، برای بچه که امسال میرن خب این شکل رو حذف کردن، فقط گفتم برای بچه 12 تو کنکورشون بهش دقت بکنن. گوارش پروتئین ها رو داشتیم که در گوارش پروتئین ها نکته ای که مهم بود این بود بچه پپسین هم که در محیط اسیدی معده فعالیت میکنه، اون هم گوارشش گوارش کامل نیست، پروتئین ها رو تبدیل نمیکنه به مونومرش که آمینو اسید هاست، پروتئین ها رو تبدیل میکنه به پپتیدهای کوچیک. آقا پس تیر آخر اینو کی میزنه در گوارش؟ بهتون گفتم تیر آخر بچه پروتاز های پانکراسی به همراه آنزیم های یاخته های روده باریک که میافتن ازشون آزاد میشه، اینا نکن. برای کربوهیدرات فقط همون آنزیم های یاخته روده باریک بودن، ولی اینجا پروتاز های پانکراسی هم میان برای ما تیر آخر رو بزنه. شکل فوق العاده مهمی داشت که اینجا من یکم برم بالاتر، این شکل رو ما کامل با هم تحلیل کردیم که بچه آمینو اسید این قسمت حال متمایز کننده شه، ولی این قسمت هاش دو طرفش در همه آمینو اسید ما 29 آمینو اسید داریم، نه 20 تا، در همه مشترک است. عامل آمینی این هاش 2 و عامل بنیان کربوکسیلیک اسید و عامل اسیدی ما هست 3 او او هاش. ما وقتی بچه آمینو اسید ببین این وریش داره برامون چه واکنشی نشون میده، این وریش داریم هیدرولیز میکنیم، حالا برعکسش کنیم میشه سندس، این ور آب داریم مصرف میکنیم که این دوتا رو جدا کنیم، هیدرولیزه. حالا فرض کن از این ور بخوایم این کار انجام بدیم، آب آبدهی دیگه، سندس آبدهی آب میده، چه اتفاقی؟ فقط اینم یادتون بمونه بچه‌ها، فرض کن از این ور داریم میایم میخوایم آمینو اسید رو الان وضع کنیم، که براتون تو اون کلیپ کامل پای تختم کشیدم با هم بحث کردیم، ولی حالا کلی دارم میگم، نگاه بکنید اون چیزی که اون پیوند پپتیدی هست بین کربن و نیتروژن، اینو فقط تو تستا یادتون بمونه، بین کربن و نیتروژن، این خیلی مهمه. و در مجموع یه دونه وقتی داریم سنتز میکنیم یه مولکول آب آزاد میشه، وقتی اینجوری داریم هیدرولیز میکنیم، به ازای هر پیوند پپتیدی که اینجا میخوای بشکنی بین کربن و نیتروژن، اگه میخوای هیدرولیز کنی باید یه مولکول آب مصرف کنی که این مولکول آب رو تبدیل کنیم به او هاش و هاش، که چیکار بکنیم؟ یه دونه هاشش رو بدیم به عامل آمینی این و یه دونه او هاش هم بدیم به عامل بنیان کربوکسیلیک اسید این یکی، که بتونه این هاست هم جدا بشن. تو بحث گوارش چربی ها یکم میبره بالاتر که قشنگ تر دیده بشه، گفتم آقا لیپاز لوزالمعده خب یک آنزیم محلول در آبه، چربی ها وقتی درشت باشه این خیلی با هم داستان دارن دیگه، خیلی با هم رفیق نیستن، اینجا یه واسطه میخوایم، صفرا دمش گرم اینجا میاد واسطه گری میکنه، کدوم قسمت صفرا؟ نمک های صفراوی، همون املاس صفراوی و فسفولیپید لسیتین، این میاد چیکار میکنه؟ برای این چربی رو به قطره ریز تبدیل میکنه که بهتون گفتم این لقمه دهن لیپاز میکنه، اینجا لیپاز لوزالمعده، باز هم تاکید میکنم لیپاز لوزالمعده، ما تو معده لیپاز حتی داشتیم ولی باز یادتون باشه بچه اینجا لیپاز لوزالمعده هست که میاد دیگه حالا اینجا اثر میکنه. و شکل بچه که امسال میاد یازم اینجا بهتره، قشنگ شما مونوگلیسیدو میبینید، اسیدهای چرب آزاد میبینید، ولی اینجا یکم تو سال اول بود دیگه این کتاب می نوشتن یکم پخش و پلا کرده. اینجا بچا اسید یه دونه تریگلیسیرید میبینیم، سه تا اسید چرب داره، این الکل ساملیش هست که گلیسرول هست که اینجا هم کامل میبینید، فسفولیپید هم همینجوری بوده، یه گلیسرول داشت با یه فسفات، ولی دو تا اسید چرب که اینم روزاشو براتون کامل خوندم. و آخرین مبحثمون مشاهده در اون دستگاه گوارش بود که یه دونه اندوسکوپی داشتیم، اندوسکوپی و درون بینی بچه چه اتفاقی میافتاد؟ ما میتونستیم درون مری معده و دوازده اعصاب یا ابتدای روده باریک رو
ببینیم که حالا یه سری فوایدی داشت برای تشخیص زخم و سرطان معده، تشخیص عفونت در اثر هلیکوباکتری، همه این داستان‌ها رو داشتیم. یه مدل هم داشتیم کولونوسکوپی که از مقعد دوربین وارد میشه که میتونستیم کولونوسکوپی داری میگی کولون برای کیه؟ روده بزرگ کولون و بالور فلان، همه این قسمت‌های روده بزرگ رو تو میتونستی تا محل اتصال به روده کوچک. محل اتصال ما یه دونه ماهیچه صاف داشتیم به نام ایلوسکال که یک ماهیچه صاف است که نقش اونجا بنداره رو برای ما داره. تا سر اونجا شما میتونی از طریق کولونوسکوپی اونجا رو بررسی کنی. امیدوارم که انشالله موفق و درجه یک و حسابی باشید که هستید. تا جلسه بعدی به خدا میسپارمتون. گرم.